مسافر نمیصرفه تو این اوضاع. اتفاقا تو این اوضاع پول خوبی گیرمون میاد. گشنمه. یه شام حسابی دلم میخواد. چی داریم شام؟ تو نگران نباش. یه شام خوب حالا. به به. عطر و بوش پیچید. زودی اومدم. کجا زودی اومدی؟ مگه نگفتی یه پرواز نشست؟ یه نفر مایه‌دار تشریف آوردن. نذاری بپروننشا. شام خوب مخارج داره. بله. کی بره این همه راه رو؟ نوبت علی آقاست. خدا به خیر کنه. ماشین لاکچری هم میخواد تازه. چه حوصله‌ای دارن مردم تو این سوز گداکش. حالا زنه یا مرد این مایه داره؟ فعلا برو، بعدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. میشه لطف کنین یکم بخاریو بیشترش کنین؟ بله. ممنونم جناب. ببخشین خانم، با این سروازی که شما دارین تو این سوز گداکش، کاش میگفتین یکی میومد دنبالتون. خودم نخواستم. خواستم خودم واسه همسرم سورپرایز کنم. پس میخواین غافلگیرش کنین. بعضی موقعا بهتر آدم یه جایی نباشه، حتی خدا هم اونجا نباشه. به قول گفتنی آدم باید بعضی از چیزها رو نبینه، حتی اگه جلو چشش باشه. شما فیلسوفین یا راننده تاکسی؟ الان راننده تاکسی. ولو دقیقه پیش یک فیلسوف. کلن هیچ چیز شبیه یه دقیقه پیشش نیست. موافقین؟ چه میدونم، شما، من، این درخت ها، وضعیت آب و هوا، آقاتون، ظاهر همه چی معمولاً خوبه، ولی در واقع نیست. مخصوصاً وقتی ظاهر خوبه آرومه، میری میبینی گندیده. اینا همه پیش قضاوته ها، درست نیست. ولی من اگه جای شما بودم یه زنگ بهش میزنم. همسر من اینطور آدمی نیست جناب. ببخشید، مثل اینکه زیادی حرف زدم. خانم، چمدونتون. باشه، الان میگم بیان ببرن.
طبقه چهارم.